السلام علیکم وطن دارایم خوبان کمی لحظه مستطیل طلوع تماشا میکنین. عید شما مبارک، خوش آمدین. باز هم سراچه آغاز شد. من فرهاد را مکیستم، آرزوی عزیز دارم که تاعت عبادات همتان به درگاه خداوند قبول شده باشه و شما عید خوب و خوش در کنار فامیل و دوستان و خیش و قومتان داشته باشین. دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنین، عزیزایی که دلتنگ وطن شدین، برنامه سراچه را تماشا کنین، یک کم دلتنگی شما رفع میشه. و یک سلام خاص و ویژه دارم و عزیزانی که در غربت زندگی میکنن، همیشه میگن که چرا از ما در برنامه تان یاد نمیکنی. دوستانی که در یوتیوب برنامه ما را میبینن، همیشه کامنتایتان را میخوانم. تشکر از تمام شما، تمامتان از دل دوست دارم. امشب در برنامه دو مهمان متفاوت داریم. از خود ماست، یعنی همکارای ماست، کسانی که شما با چهرهشان آشنا هستین، میشناسین و کارکردهایشان را دیدین. یکی را در افطاری های طلوع دیدید، 30 روز مکمل یا 1 ماه مکمل را در برنامه افطاری بودند، و دیگر را هر شب، یا نه هر شب، اگر بگویم دروغگوی نشم، در هفته 5 شب در آخر شب طلوع شما را تماشا کردید. بله دوستا، درست عد زدید. یکی جناب بشیر سیرت، گرداننده برنامه افطاری طلوع، و دیگر هم جناب سید محمد باقر کاظمی، گرداننده برنامه امشب تلویزیون طلوع. جناب مهمانای عزیز بفرمایید. دلتان نیست که بیاییم، حالا من 1 ساعت دیگه هم از شما تعریف کنم تا بیاییم. السلام علیکم، ایام شریف، ایدتوان مبارک، ساعت شما بخیر هستین. سلام، جناب کاظمی صاحب، ایدتوان شما مبارک، سلامت باشید، بخیر هستین انشاءالله. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین، سلامت باشین، افتخار بخشیدین. چطور هستین کاظمی صاحب؟ خدا را شکر، سلامت باشین. اجازه بدین که من هم با یک بیت شعر به صحبت‌های خود آغاز بکنم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. انشاءالله دوستای ما، بیننده های عزیز، در هر کجای کسید صحتمند و سلامت باشین. در این روزها، روزهای بسیار قشنگی است برای روزه، برای صله ارحام، برای دید و بازدیدها، برای از اینکه قلب های خودمان را از کینه و کدورت و زنگارها پاک بکنیم. عیدتون مبارک. بخیر باشین. شما هم خوش آمدید. سلام علیکم عزیز. عید شما مبارک، طاعت عبادات شما قبول، و سلام خدمت جناب کاظمی صاحب و تمامی همکارای که حضور دارن، و یک سلام خاص دارم برای تمام بیندای خوب برنامه سراچه. و شما خوشحال هستین که گوینده ای را به مثل رامکی عزیز دارین. با یک انرژی تمام برنامه را پیش میبره، بدون شک فرصتی که هر فرد سراچه را میبینه، دیگه من مطمئن هستم در اون 1 ساعت اصلا غم و اندوهی نیست. قربان تان، تشکر. یقینا هر کسی که سراچه را ببینه دیگه هیچ کرولا و امثالش را نمیبینم که تبلیغات نشه دیگه نمیبینه. استاد با مذرت، ما با امو انرژی که کاظمی صاحب داخل ست شد، من میخواستم با امو انرژی بیام، اما دیدم که این خاص رامکی هست. یکی خواهش میکنم اون اثر بفرد از نخواستین تقلید شما. بزرگوارا هستین و کسایی هستین که بیشتر من گفتم، من از لحاظ سن و هم در کنارش از لحاظ تعلیم و تحصیل با مراتب از ما که بیشتر میدانین و میفهمین، بزرگتر هستید. شما که لطف میکنین در قسمت ما، خداوند خیر نصیبتان کنه. جناب کاظمی صاحب، شما در اول برنامه گفتم میخوایم خودمانی باشیم، طرف رو بد بسیل نکنید، یا از ما هاشم کت نکنید. خواهش میکنم، راحت نکنید دی کارا را، لطفا. خواهش میکنم. چند سال دارید و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ من خیلی دقیق میخوایم بگویم، من متولد 7/7/1357 هستم، دقیقا 44 سال سن دارم، متولد کابل هستم، تذکرم از بلخ است، اصالت ارزگانی دارم، و سادات قومی است که در اغلب ولایت ها در حقیقت شاخهایش دوانده شده. چقدر خوب، ایره 1-2 سال بعد با او کاظمی صاحب هم سن سال میشه، 2 سال دیگه هم بمانیم، 2 سال بعد بس انشاءالله ما هم سن سال شما میشیم دیگه.
انشالله که از ما پیشتر بری هنوز. مگه این قصر سالتان رو نگاه کنین، من بیشتر یک روز خواهد رفتم. جناب سیرت صاحب، شما از تجربه کارتان، تجربه اول که برنامه افطاری را اجرا کردین، قصه کنید. سی روز چطور گذشت؟ با همکارات چطور بودید؟ راحت بودید؟ نبودید؟ صادقانه قصه کنید و فراز نشیب هایی که وجود داشت در برنامه. خب طبعا رواکی عزیز، کار فراز نشیب های خودم می داشته باشه، بعضا قهر و غضب های خودم می داشته باشه، خشونت های خودم می داشته باشه، اما این در جریان کار است. ختم کار که امو آغوش مهر و محبت هست و کوچکترین شکر رنجی در میان نمی باشد. خوشبختانه ماه بسیار خوب بود، همین قسمی که همه می دانیم ماه مبارک رمضان ماه برکت هست. امیدوار هستم که هموطنان ما ما را تحمل کرده باشه و پذیرفته باشه. خب قضاوت هم میگذاریم برای بیننده های خود. تلاش به می بود که بتانیم یک برنامه خوب تقدیم هموطنان خود کنیم، که خوشبختانه خوب ترین بخش ازی که بخش مساعدت بود، تانستیم که جمع کلانی را به کمک هموطنان خود برنامه افطاری دست بگیره، که خوشبختانه به این هدف تا جایی رسیدیم. بخیر باشین کاظمی صاحب. دوستا، مردم، هموطنا، فامیل، خیش، قوم، هر کس در مورد اجرای افراد یا فرد قضاوت میکنن. من میخوایم از کاظمی صاحب، از سیرت صاحب بپرسم، امی مادر جان تان در موردتان چی قضاوت میکرد زمان که برنامه تان میدید؟ والا اگر صادقانه بگویم قضاوتش آخر صادقانه نگه بسیار عادلانه بوده. من وقتی که از برنامه میرفتم طرف خانه، خب فرهنگ من، یعنی فرهنگ شخصی من است که من حدودا وقتی که دست چپ راست شناختیم و وارد بازار کار شدیم، فرهنگ من می بوده که وقتی که از خانه برآمدیم دست مادر بوسیدیم، و بوسیدن من یک ویژگی خاص داره. یعنی همیشه من که دست میبوسم، یک بار با میبوسم، بعد در چشم راست، بعد در دست چپ، بعد دوباره میبوسم. این یک فرهنگ خاص خودم است. خب شاید بسیار یاد داشته باشه، اما من با این فرهنگ از زمان نوجوانی بگویم یا قبل از جوانی تا فعلا. خب هر شب که از برنامه خلاص میشدیم، وقتی که من به خانه میرفتم، مادر جان قسمن از من واقعیت که تا جای راضی بود تا جای ناراضی بود. دلایل نارضایتیش، رامکی عزیز، شما در یکی از برنامه های افطاری میمار ما بودین. بله، حجم فشار کار بود. بعضا زبان، چون ما تنها با یک خرما و با چند قاشق سوپ ما افطار میکردیم تا ختم برنامه، و در جریان برنامه هم ما فقط تنها روزی خود باز میکردیم دیگه به غذا و به نوشیدنی ما، چون فرصت بر ما مجال نمیداد، و این سبب میشد که یگان شکست ریخ در الفاظ باشه. بعد که من میرفتم خانه، مادر جان از این شکست ریخ شکایت میکرد. باز میگفتم مادر جان به خدایی در توان نیست، من تلاش میکنم که این شکست ریخ نباشه، اما میگفت تلاش کو، کار کو که نیگه پا نباشه. به هر حال چون یک مادر روحانی و معنوی هست و حضور ما در یک برنامه ای که مفید واقع می شد برای اقشار ضعیف جامعه، از این بابت بسیار خرسند بود و خوشحال است که مادری دارم که بسیار دلسوز، مهربان، مشفق و از هر لحاظ یک انسان کامل. بسیار عالی. همه دوستای ما، اول از فامیلای ما شروع میکنیم. این فامیلای ما که برنامه را میبینن، گاهی وقت که انتقاد میکنن، همین پشت صحنه را کاش یک روز بیان و ببینن مشکلات و برنامه تنظیم کردن یک برنامه یک ساعته را که شما میبینین، این شاید در حدود 4-5 ساعت طول بکشه که تولید شوه، تهیه شوه و شما تقدیم شوه. شما گاهی وقت ببخشید. خب کاظمی صاحب، اگر ورود کنیم به زندگی شخصی شما، شما دقیقاً ازدواج کردید؟ بله. چند فرزند دارید و در مورد زندگی شخصی؟ من به لطف خداوند 8 فرزند دارم. نام خدا. و 3 پسر و 5 دختر، و 2 فرزند کلان من خوشبختانه دختر هستند و خیلی هم دوستشان هم دارم. دلم هم برایشان خیلی تنگ شده، چون در افغانستان نیستن و امیدوار هستم در هر کجایی که هستن جور باشن. تماس دارید؟ تماس داریم، بله. خوشکر. یعنی احوال یک دیگر همیشه از نزدیک میگیرید؟ 100%. خب بسیار خوب. کاظمی صاحب، گاه وقت مردم، بعض از مردم، همه گیره نمیگه، بعض از چهره ها، بعض از شخصیت ها همون قسم خلق شدن یا همون قسم خوی خواست را در خود دارن که به آزار دادن و اذیت کردن دیگر ها بسیار خوشحال میشن.
اتفاق افتیده که شما را ناراحت کرده باشه؟ بی‌نهایت بی‌نهایت. و اجازه بدین قسمی بگویم جناب رامکی عزیز، برخی از دوستان ما، برخی از هموطنان ما که تعداد خیلی انگشتماری هستند، همه مردم ما مردم های دوست داشتنی هستند که من دست تک تکشان رو میبوسم به احترامشان، به افتخارشان، اما یک تعداد متاسفانه با مو تعبیر عامیانه مردمان سوچه و کابلیان اصیل که اول ندیده موزر از پای میکشن یا کشیدن، حتی مردم را به گذشتهشان قضاوت میکنن. و این قضاوت کردن ما داریم در دین مقدس اسلام که اگر کسی را شما شب در حال گناه کردن دیدید، صبح با او چشم گناهکار با او نبینید، به خاطر از این که شاید در طول شب توبه کرده باشه و شما از توبه کردن از او و بخشیده شدنش توسط خداوند خبر نداشته باشید. بزرگترین جرم ما گویا ای است از نگاه عده‌ای از مردم که ما به حکومت قبلی کار کردیم. ببخشید استاد، امیجا باید وقفه بگیرم که 3-4 بار هم کارا صدا زدن، دوباره که برگشتیم حتما قصه خات کردیم. وقفه میگیریم ایزا، پس از دیدن وقفه دوباره بر میگردیم. جای دیگه نرین، فقط و فقط سراچه رو ببینیم. وطندار، عیدت مبارک. بازم شما می لحظه سراچه را بینده هستین. من فرهاد رامکی استم و امیدوار هستم که تا آخرین دم با ما باشین. یک تشکری خاص و ویژه است اپی ماسیف انرژی درنگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر می خواهین که انرژی جادو کنه، از اپی ماسیف انرژی درنگ تیر نشین. تشکر میکنیم ازشان. خب کاظمی صاحب، ادامه قصه. شما در حکومت قبلی کار میکردید، بعض از دوستان و هموطنان و عزیزان ما شما را متهم به همکاری با اونها. اصلا بحث متهم شدن یا اتهام وارد کردن اینجا نیست. یه حقیقتی است که وجود داشته. من مثل هر شهروند دیگه که در افغانستان زندگی میکرده، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک تبعه کشور، حق ما بوده که در نظام حضور داشته باشم و کار بکنم. و در هر جایی شما بهتر میفهمین، جناب استاد سیرت بهتر میفهمن که هر اداره، هر نهادی مبتنی به نیاز خودش فرد را استخدام میکنه و مبتنی به لایحه وظایفی که برش میت ازش کار میخواد. ما در نظام گذشته با ایمانداری و صداقت کار کردیم، ایره صادقانه میخوایم بگویم. و انوز یک چیزی را که شاید در یکی دو برنامه دیگه هم من گفته باشم، نه تنها که او اتهاماتی که بر ما وارد میکنن یک تعداد از دوست ها وارد نیست، بلکه ایره ما میخواییم با صداقت لهجه بگویم که جمهوریت 7 ماه ماش مرا حتی قرض دار هست. هیچ از دل تا نمیرم، همین چند میشه که ایره ما بودم که بیسان خلا شو. ایره صادقانه میخواییم بگویم که ببینین، ایره به این خاطر یاد میکنم که گاهی عده‌ای از دوستان چنین یک فکر میکنن که هر کس در نظام گذشته کار کرده گویا که دزد است، گویا که سارق است، گویا که غاصب هست، گویا که بلدنگ های آنچنانی داره. باور بکنید آقای رامکی، جناب آقای سیرت، بیننده‌های عزیز، در این روزا من پشت خانه میگردم که حداقل 6 تا 7 هزار کرایش باشه، یعنی توان بیشتر پرداخت کردن از این کرایه را من ندارم. پس یک کسی که خودش کارمند است و کرایه نشین هست، مطمئن باشین که ندوزی کرده، و اگر این گونه در بین مردمش ظاهر میشه، مطمئن باشین که صداقت هم داشته در کارش. بخیر باشین. به شک ما تا جایی که شما رو مشناسیم، شخصا من مطمئن یک فرد صادق هستید. ایره صادقانه میگم جناب کاظمی صاحب. از خانه یاد کردین، ما یک نو کرایه نشین ما رو یک 3 تا خانه ما داره. اگر در قیمت جور به نظر دفعه امی لحظه قیمتش او مربوط مادر میشه، پولش هر ما شما اونا 10 افغانی کم بین 6 تا 7 هزار افغانی نخی نشد از شما. ما در خدمت امی لحظه در حضور برنامه ها و بیننده های برنامه سراچه، یعنی اینجا امروز تا نخی نشد. اگر
اگر ده هزار میگیرید شایدم جناب استاد سیرت آل نام خدا ماشم بلند رفته پسان باز میگیم چی کاره شده به خاطر خوب جنبندی شد و برسمان رو یک تبریکی خواهد دادیم جناب سیرت صاحب شما از یک ورود کنیم به زندگی شخصیتان چند سال دارید از کدام ولایت افغانستان هستین و ازدواج کردید نکردید اگر کردید چند بار کردید نه چند بار نه چند بار نه او درست است که شما گفتید من تا من نمیگم من یک نفر رومکی عزیز اجازه بفرمایید شب عید است یک مزاح هم بکنم مقصد خانه خود رفتنی است بله بله شب ما در هتل نگذرم احتیاط کرده باشی رومکی عزیز من بشیر سیرت و متولد 27 میزان سال 1362 در افغانستان متولد شدیم و تعلیم و تحصیلم در کابل بوده و خوشبختانه چیزی که خداوند در امو آوان طفولیت نصیب کرد حفظ قرآن کریم بود یعنی با پیشوند بعضی از دوستا با پیشوند قاری عبدالبشیر میشناسن خب من امایی خودم خوش دارم که امو بشیر سیرت خوش دارم چون قاری بودن تقوای خاص خود داره که من ممکن او را نداشته باشم کاظمی صاحب مسائل دین بیشتر میفهمه باز یک ذره خود بزرگ بیری میشه و رشتیم ادبیات دری هست سالهای زیادی مشغول تدریس بودم در نهادهای مختلف از حلقات مسجد شروع تا مکاتب و مدارس و پوانتونها درس دادیم و بله ازدواج هم کردیم سال 19 حمل 1389 ما خوشبختانه ثمره ازدواج 4 طفل نازنین هست که فعلا همه طفل هستن آه بسیار خوب میبخشید که سوال هم میکنم ازدواجتان یک ازدواج سنتی بود یا یک ازدواجی که امروزی اکثریت از پسرها انجام میده ما رامکی عزیز یک تا نکته بسیار جالب در زندگی ما هست و اوی است که من در طفولیت از پدر یتیم شدم و مادر قهرمانی داشتم که یک بیوی قهرمان بود و این قهرمانی ازی سبب شد که من زندگی خدا و خواست خدا و خواهش خدا وقف خواهش مادر کنم در ازدواج من کوچکترین نقشی من نداشتیم فقط مادر برای خود یک سنوی خوب انتخاب کرد که من هم فعلا از انتخابش راضی هستم و خودش بیشتر از من راضی هست بسیار خوب خدا همیشه شما را خوشحال داشته باشه کنار هم دیگه کاظمی صاحب شما از تحصیل تان نگفتید بعض از مهمانای ما که میان در برنامه میگم آیا مکتب خواندید یا نخواندید با سونا میگن که تا صنف 3 و 4 و 5 و 6 خواندیم یا اصلا نخواندیم اما خب شما چطور کاظمی صاحب دکترایتان تان نگرفتید نگرفتید بگذارید من اصلا از اینجا آغاز بکنم که صنف دوی مکتب را در کابل و لیسه درخانه منوس ختم نکرده بودم که بنا به دلایل سیاسی که وجود داشت و پدر من دو دوره وکیل شورا بود در دوره 12 و 13 و ایشان بعد از اینکه حکومت کمونیستی روی کار می آید و به خاطر که یک مسلمان به معنای واقعی بودند همیشه در حال به اصطلاح پنهان شدن از رژیم وقت بود و به کشورهای مختلف سفر می کردن تا آخرین که ما را هم امرای خودشان به سفر بردن که در ایران ما ساکن شدیم اما قبل از او ما می خواهیم به آقای سیرت و تمام کسایی که مادر دارن میخوایم بگویم که خوشا به سعادتتان چون من خیلی خرد بودم و پیش از اینکه مهاجر شوم متاسفانه مادرم در یک حادثه به شهادت رسید و بعد از او مهاجر شدم و 3 سال پس از مهاجرت پدرم به شهادت رسید و یک کودک نازدانه نازپرورده که در خانواده یک وکیل بزرگ شده بناگاه و بناچار در ملک غربت و دیار غربت از تمام نازدانگی هایش کاسته میشه و او مجبور است که 3 سال مکمل در خانه ایرانی ها به عنوان نوکر و پایده او کار بکنه
ولی خوشبختانه خداوند یک لطفی در حق ما کرد که در کنار تمام سختی هایی که پشت سر گذاشتم، تمام مشکلاتی که پشت سر گذاشتم و دو بال اصلی خود را که پدر و مادر هست برای پریدن از دست دادم و دو تکیگاه اصلی، دو کوه استوار که پدر و مادر هست از دست دادم، گفتم خدایا من که هر دو را از دست دادم، حالا دیگه دستای مرا تو بگیر، حداقل مرا رها نکن. همین بود که من از دوران مهاجرت از صنف پنج امتحان دادم و شروع کردم و خوشبختانه با امو حال هوایی که من داشتم و حال هوای خیلی عارفانه و عاشقانه ای بود، میتونم این گونه بگویم، من به سمت ادبیات سوق پیدا کردم. دوران مکتب را که با پایان رساندم، بعد از او دانشگاه فردوسی مشهد ادبیات زبان فارسی خواندم، ماستری خود را هم ادبیات و زبان فارسی را در دانشگاه فردوسی مشهد خواندم، با یک وقفه دو ساله دکترا را خواندم، اما مدرک هنوز نگرفتیم و یک لیسانس ژورنالیسم. ماشاءالله، نام خدا بخیر باشین. باید وقفه خود را بگیریم عزیزان. پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، یاد تا نره که قصه های زیاد دیگه هم مانده که همراه کاظمی صاحب و سیرت صاحب داشته باشم. وقفه. یک بار دیگه ایتان مبارک دوستایی که امیل عزیز در خارج از افغانستان مرا تماشا میکرین. یک تشکری خاص و ویژه از نتروسی. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمد. یک بار امتحان کنید، مطمئن استم بار بار نوش جان میکنید. نتروسی، جوس واقعی. تشکر میکنم از شان. و سیرت صاحب برنامه گیسه با مذرت، من یک سال اجازه است کاظمی صاحب باشه کمی امتر برنامه امی روال برنامه را تغییر بدیم. بله. ایدی بردین نبردین چی بردین؟ خسته نباشه این ما یک مقدار سالا زیادی گذاشته کمی فراموش ما شده. آه با این سوالات از شما هم دارم من دارم پیج از که شما بپرسین خوب است. خیره آه خیر ببینن از من شما نامزد من نام خدا پنج برادر هستم، یک خواهر دارم، همین تمام کار ما را هم خواهرم میکنه دیگه، سرسامان میبخشه، ایدی بردن، نوروزی بردن میبینه در عصر امروزی چطور رواج است بردنش، باید سلیقه شاو دیزاینش دکور شا تمامش تنظیم میکنه. من خودم هیچ خبر ندارم، من تو خیر ببینم به شک با تمام خواهران عزیز کمیل از برنامه را میبینن، دوستان دارم و ای که با برادران تان میسازین، با برادرانی که من میفهمم برادران افغان، جوانای افغان ما بسیار عصبانی هستند، بسیار گاهی وقت قهر میشن اما به تفاوت هستند، اما بازم اون خواهران است که همراهشان میسازن. گرچه بیشتر از کاظمی صاحب در پشت صحنه شنیدیم، حتما خواهد در برنامه هم خواهد پرسیدیم از خواهر و برادرشان. کاظمی صاحب شما از دوران مدرسه تان دیروز قصه کردید. منظورتان آقای سیرت است؟ بله. نه کمی ادامه گنگسکی های رمضان مانده باز کاظمی صاحب خیلی کاظمی صاحب شما دیروز از بشرتی که دفعه بعد مرا سیرت از دوران مدرسه قصه کردید، گفتید امپول را که باید به مدرسه پرداخت میکردید و عکس گرفتن، البته عکس های انالوگ و زمان پولش نبود، چطور باز پولش پیدا شد؟ داستان چی خدا رامکی سیبی صحنه بسیار تراژید است، احساس غم و اندوه میته و یک درد یادآور یک درد هست و او درد ناشی از یک ضعف اقتصاد در اون زمان بود. خب من قرآن کریم حفظ میکردم، تصادف یک تحول در نظام آمد، از یک مدرسه من خواستم به یک مدرسه دیگه برم که از امیجا دست استاد من جناب قاری صاحب صابر صادقی را میبوسم. قرار شد یکی از مدارس برم و اون مدرسه روال کارش قسمی بود که یک فرم میداد برای هر شاگرد خود و این فرم باید خانه پوری می شد و در بالای این فرم باید عکس خود آدم به اصطلاح هم بگوی می چسبان. خب پدر من دوستایی که منم میشناسن یک آدم کاری و باری بود، یک
تجارت میوه تازه میکرد، یک زندگی بسیار خوب داشت، خانه مثلا زمین باغ و پول نقدش پیش مردم بود، تو پولی نداشت که در خانه باشه، پولش در کاربار بود که اما چرخه زندگی را چرخه کاربارش پیش میبرد خودش. بعد از اینکه پدر وفات کرد، خب خانه و موتر و بعضی وسایل، بعضی از باغا و زمینی گپا ماند، اما پول نقد هیچ چیز در خانه نماند. و این دقیقاً دیگه زمانی است که یکی دو سال بعد من وارد مدرسه میشم و 10,000 افغانی در کل خانه یافت نمیشه که معادل 10 افغانی فیلی میشه. من مادر را گفتم که این مدرسه هم بدون فرم مرا نمیگذاره که من داخل مدرسه شم و درس بخونم. و دوستایی که در حفظ قرآن کریم سر و کار دارن میفهمن که اگر یک کمک شکستگی بیاد باز این سلسله خطا میخوره. مادر بیچاره، خب من پیشتر از بر دوستا و شما گفتم که قهرمان هست، در اون زمان در تکه ها نمیفهم کی بر چی بود، یک چیز می بافت و از هر دانی از او که دقیقا 2 هفته طول می کشید 40,000 افغانی می گرفت. کازمی صاحب 40,000 افغانی برای 2 هفته معادل 40 افغانی فعلی و در زمان شما 40,000 افغانی یک پول قابل ملاحظه بود، 40 افغانی بود، تو پول قابل ملاحظه نبود. اما مادر دیگه چاره ای نداشت بجز از امی که با اینمی پول امرار معاش کنیم. یعنی شما فکر کنین که مقدار پول دیگه به خانواده 8 نفره با هیچ رقم زندگی میگذره، قضاوتش رو بگذارین در جایش. بعد مادر بیچاره من گفت منتظر بشی که من ایده ببافم. این بافتش خلاص شد کازمی عزیز و سری بسیار دردآور بود که او پول خب بفرمایید شما اجازه بتین من حس و حالی را که آقای سیرت داره من میتونم درک بکنم، چون وقتی که از مقام مادر یاد میشه، از بهشتی که میگن زیر پای مادر هست یاد میشه، جایگاه مادر هیچگاه اصلا هیچ زبانی نمیتونه او را بیان بکنه. آقای رامکی عزیز، ما بازم این را میخوایم بگویم که خوشا به سعادت کسانی که مادر دارند و بدا به حال کسانی که مادر دارند و قدرش نمیدانند. بله، من میخواستم این جمله را بگویم. فقط وطندارا، دوستای عزیز و بیننده‌های برنامه سراچه، قدر مادر را بدانید. هیچ موجودی نمیتواند جایگزین مادر شود بدون شک. یعنی یک فداکار به تمام معنا هست که دیگه اصلا نمیشه که او صحنه و او دردی را که ما از او حالت دیدیم بیان کنم و او درد در قلب هست و ارزش مادرم بدون شک همه میدانیم. و فقط یک نکته که این جوان امروز باید قدر مادر را بدانه که مادر امی که میگن میوه نایاب، بدون شک میوه نایاب. جناب استاد سیرت عزیز، ما داریم دیگه و حتما بار باری را شنیدیم که دو موجود زهستی گرامی تر است، یکی میهن و دیگرش مادر است. هر دو تایش مادر ما هست. یکیش ما را در بطن خودش پرورش میده و به دنیا تقدیم میکنه، یکی دیگرش در روی سینهش ما را میگذاره که قدم بزنیم و آخر بازم در بطن خودش و در قلب خودش جای میده. چگونه میتونیم که به این مادرها خیانت بکنیم یا خدای نکرده پشت ارزش ندانیم؟ بخیر باشید. وقفه داریم عزیزایم، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. ما را حتما ببینین، ریموت تانه کنار بگذارین، چای سبز با مو میوه که وجود داره نوش جان تا. وطنداران گل، امیدتان مجدداً مبارک باشه. امیدوار است امیده در کنار خانواده عزیزتان در کانون گرم خانوادگی به خیر و به خوبی سپری کنین. و یک تشکری خاص و ویژه است اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی جادو کنه اپی ماسیف انرژی درینگ را فراموش نکنین. و آله چند عکس گذاشتیم در روی تخته از همکاران ما، گرداننده‌های خوب برنامه مختلف تلو. گرچه این گیم با همکارای ما در برنامه مختلف انجام شده، اما این برنامه تفاوت چیست که 5 عکس است، 4 نفرش حفظ میشه، 1 نفرش عزف میشه. دیگه
انتخاب کنید اول کی را حفظ میکنید؟ بله صاحب. خب ما اول ما میخوایم که یک توضیح خیلی مختصر. نه توضیح ندید، ما میفهم که میگید که همتان بهترین هستین، همتان خوب هستین، یک بازی است، یک گیم است. نه خیر، نه مستقیم میریم سر گیم. شمس رحمانی نه یک تا شمس چی نگاه کنیم فعلا خب گوشه کنین. اینی شمس جان خودت هستی؟ فروتن عزیز، فروتن حکیم فروتن. یک شوخی کنیم سر فروتن، سر بد نخوره. اینجا بس رفاقت بازی یا روابط خود خاص کاظمی صاحب نگاه کردیمش؟ باست ایرج اگیر نگاه همه کردیم که تو نگم میکردم. ایرج صاحب از رفیقای بسیار خوب ماست و بسیار دوست و شده. هرچی که گزینا کمتر میشه سختتر شده میره، اما چون یک گیم است نه گیم نیست میشه هنگ روز هم دیگه اتفاق بفته و ما میخواییم که به اصطلاح امی خدای نکرده این انتخاب آخر ما که باید یکیش حذف و دیگری حفظ شوه باعث خفگی نشوه. فردی که حذف میشه میار حتما مد نظر گرفته جناب کاظمی صاحب حذف از دیگه حذف از دیگه. حالا خب ناراحت شوه نشوه گپ جداست. آقای نجیب سمیر بله و یا هم مصطفی عزیزی کدام باید؟ مصطفی عزیزی را نگه دارید پیش خودتان. مصطفی را نگاه کن. نگاه کن. اینم اینجا بسته ما فهمیدم چی کار. نه ما گفتم که این بیشتر جنبه یک گیم داره. خنده نکن لالا گیریان که سطحه ایچه. خنده نکن. اجازه بتیم بخاطر که این لبخند لبخندیست که ما میخواییم که در این سفیدی همچنان بدرخشه با کمال افتخار هم هر چیزی که کنید هر چیزی که کنید اما یک نفر هم ناچار بودیم که در این لیست کرده ولی هست نیستن تا بخش آخر خودت هم اونجا خنده کرده رو حسب شدی خنده و در آخرم یک خداحافظی دارم و اجازه بدین ایره هم ما بگویم جناب رامکی عزیز که حداقل در همین مدتی که برنامه های ایدانه را ما داشتیم و داریم یکی از کسانی که تأثیرگذاری بی نهایت داشته و به موقع برنامه های خود ارائه کرده و رسانده آقای سمیر است. جناب کاظمی صاحب هر قدر که شما تعریف و توصیف کنید یا دفاع کنید از کارتان حذف کردید. خب پس ما میخواییم یک کار بکنم و یک چیزی میخواییم بگویم. آقای سمیر لطفا دیگه در فوتبال که قدم آمدی ما را قد لغت نزد. باز یک کار میشم سمیر عزیز. ماما خوش آمد. خب شما دوران در کمیسیون مستقل انتخابات هم وظیفه انجام دادید، یک خاطره خوش یا ناخوش از اونجا هم داره؟ خودم بعضی از خاطرات کاظمی صاحب برای خود آدم بسیار خوشایند میباشه، باز گفتن شاید همین شیوه گفتارم فرق کنه و یا شاید برای بیننده ها اونقدر جالب و جذاب باشه. مطمئن بله جذاب. من رامکی عزیز بله در یکی از انتخابات ها بود، کارمند محلی بودم در یکی از محلات کار میکردم. من یک چند کلمه فرانسوی را یک زمان یک کورس بود، کورس فرانسوی، به یک کورس فرانسوی میرفتم یک مدتی درس خواندم. خب یک چند کلمه از این در اون فرصتی که کارمند محلی انتخابات بودم در ذهن من بود. یعنی یک بسیار به شکل ابتدایی بورژویش یاد بله یعنی گپ سر می بونجوغ است برام که سویرا قصه کردم. من تصادف در اون زمان نیروهای آیساف بود و می آمدن از محلات انتخابات بازدید می کردن و قسما امنیت انتخابات گرفته بودن از سایت ها. بله بله از سایت های انتخاباتی و آمدن. تصادف خوب بیرق فرانسه را که مدینم شناختم اینا نزدیک شدن. من از امی دور به عنوان از یک خوب دیگه یک ذره جوانی هم بود، من خود پیش امی اطرافیان یکمه که بسازم خود به اصطلاح بچه ها خود ایلابتم از امی دور صدا کردم بانجوخ یک سه چار کلمه دیگه. یک چند تا موسفیدای محل که دید
که من فرانسوی میگم و اونا هم در بدل ما همین سوالی که میکنم و سلامی که میتونم اونا پاسخ میدن. مرا آمدن نزدیک گفتن فرانسوی میفهمی؟ ما والا در کازمی سیدم یک آب بند ماندم دیگه حال نمیشم که طرفه برم بگویم ده گفتن نمیتونیم بری میفهمم من دیگه چی بفهمم که پشت سر ای آ گفتن ما یک گپ کلان دیگه است. قربان نطاق که اینه زود میوردن اگر پاس میدن. خب این کاکای سفید گفت برای اینا بگو که دخترک ما سوخته، دخترک ما سوخته و تداوی کردیم نتیجه نداد، ایره داریم شفاخانه که در بگرام هست داریم اونجا تداوی کنم. او خدا عالم ما ایره چرا خم ترکیب کنم؟ ایره خواهر بی فرانسوی نزدیک آمد، هر قدر تلاش کردم که امی یک چیز انگلیسی را مکس کردم یک چیز فرانسوی را، خب بالاخره امی افهام و تفهیم به شکل درستش صورت نگرفت. که صورت نگرفت کاکا گفت چی گفت امی کاکا ایری سفید؟ ما گفتم والا کاکا جان می را میفهمانم خیلی نمیفهمه. کاکا در شانه مزد گفت بچیم کافر است علاج بده. جالب کافر است نمیفهمه. بسیار بر من راستی دو سال بسیار جالب بود دیگه. در صورت که خودتا نفهمانده اصلا نفهم من مشکل داشت. بخیر باشین تشکر. اما من میتونم بگم که مقصی مقصی بله مقصی خب اینه مقدر میتونین از من مینه مقدر است اگر مرا میتونستن اگر مرا میتونستن یا میخواین که به عنوان مترجم انتخاب بکنن اینمی دو کلمه رو یاد دارم میخوای ضرورت نداریم سی وی گکتانا بگیریم تشکر تشکر وقفه داریم بخش پایانی یا بخش آخر برنامه را فراموش نکنین همراه ما باشین جای دیگه نرین طلوع را ببینین قصه‌های زیاد دیگه باقی مانده که در بخش پایانی همراه شما شریک میکنیم. و یک تشکری خاص میکنم از اینکه تا این دم همراه ماستین بازم خوش آمدین. بخش پایانی برنامه سراچه است و همچنان از اسپانسر یا حمایت کننده مالی برنامه جوس نتروسی. جوس نتروسی 100% طبیعی با طعم‌های مختلف به بازار آمده. یک بار امتحان کنید مطمئناً بار بار نوش جان میکنید. جوس نتروسی یک جوس واقعی. تشکر میکنیم ازشان. و آله جناب سیرت صاحب جان چرا خوشت آمد؟ بسیار کیف کردیم. بسیار مزلاق. ما را امی تن آواز تو دل ما را برده. ما بسیار را مجاز میکنیم. بخید در یک دنیای دیگر رفتیم. علاقمند میشه. ما میال ما میخواستم که بگویم که دانه چند اگر ارزانتر سودا میکنی که بخرم. قربانتان در تمام دکانهای شهر و ولایت افغانستان میتونین دریافت کنین. بسیار. سراچه فروشی نیست. اما نیتروسی؟ نه در سراچه فروشی نیست. ولی هدیه میتیم هدیه باز داخر قدر کاکگی داریم چند چند عکس دارم بر شما نشان میتونم یک جمله بسیار جالب در مورد شان بگید هر شخص را که روی صفحه شما میبینید درست است؟ شما میتونید یکان چلک اندازی کنید مشکل ندارد اولین عکس از سلیم شاهین شما میگین چیزی؟ من خب والا مرا فقط به اندازه چلک انداختن اجازه بده. بس بخش شماست. گپ مربوط شماست. والا سلیم شاهین بسیار از خود راضی آدم است. ما یک برنامه یک ساعته را که ساعت‌ها سرش وقت میگذرانیم تولید میکنیم بسیار ساده هفته یک فیلم حتی هفته سه فیلم در زمان ثبت میکرد عرضه بازار میکرد نمیفهم که این درایت و این کارارایی از کجا بود؟ خلاقیت داشت؟ ما خیلی جالب است اولین خاطره ای را که امرای آقای سلیم شاهین دارم سال 84 یا 85 بود که با امرای برادرزادایم رفتم و خواستم یک مصاحبه کوتاه امرایش بگیرم تا ما میخواستم صحبت بکنم دستاش نام خدا گرنگ هم هست همین تو میزد کازمی صاحب من چیزی را که من میگم تو گوش کن خب من روز نگفتن ولی فوق آدم دوست داشتنی قبول. آدم دوست داشتنی من والا راستش از قدر نزدیک ندیدیم خواهش میگم تقریبا با مو ضربه سلیم شاهین چهار چند نزدیک ده باشه یا پنج چند نزدیک ده باشه عکس بعدی از ابراهیم عابد ابراهیم عابد کوتاه کوتاه ممثلی که
درخشش منحصر به فرد داره. من دوستش دارم. کدام شیلک اندازی اگه داری بسیار من زود؟ من میخوایم بگویم که خیلی لذت بردم از روزهایی که با من حداقل همکار بود. خواه عکس بعدی محمد اشرف غنی. امیر نمیشه چنج میکردین یک کس دیگه می بود تو در مورد صحبت میکردیم. بسیار معذرت میخوام کاظمی صاحب. کاظمی صاحب خب فعلا همکار ما هست. نه همکار ما مگه است کاظمی صاحب هستن لطفا چنج نمیکنید. کاظمی صاحب خیلی میگه کاظمی صاحب بیشتر گفتن هفت ماه ماش نه خوب است که 65 میلیون ماش اینا را حداقل میدادن 67 میلیون. من یک چیز دیگر میخوام بگم. اصلا نمیخوام از کسی دفاع بکنم یا خدای نکرده کسی را محکوم بکنم. ما سابقه کار تقریبا 11 ساله با ایشان دارم و چیزی در حدود 31 ولایت را با ایشان سفر کردیم در زمان پروسه انتقال. اما به او شدتی هم که ایشان را میکوبند به او اندازه بد نبوده. حقیقت ها را نباید ما فقط برنامه بخش است که میخوایم یکم شوخی کنیم. اگر نه ما سیرت و ممراه هیچ کس کار نداریم. ما اگه بر ما قابل احترام است آقای سارباز رحمت کند خداوند این چهره ماندگار ببخشه. من از این خاطرات بسیار زیادی دارم. خبر دارم. از این خاطرات زیادی دارم و آهنگای زیرا دمی قلب هر انسان من فکر میکنم که جای داره. خود شخصیتش و آهنگش، کمپوزش و تمام مسائلش. و دردناکتر از همه ای که در اوج غربت و فقر بلی. از دنیا رفت در دیار غربت. آها. عکس بعدی. اوهو رفیق کاظمی صاحب منتا شما دمارد شیفتنی داریم باعث افتخار است که رفاقت ایشان دارم. بسیار عالی. از نظر من آنچه می نوشتند خودشان همچندان با گفته های خودشان باور نداشتند، اما بسیار در زمان جمهوریت می نوشتند، در حمایت می کردن از مخصوصا از آقای غنی که وقتی کامنت های شما حتما هر امتر ما که می خوان یعنی از 5000 کامنتی که می گرفت دو تا شما کامنت مثبت را در پوستا و در نوشته های زیاد نمیافتیم. اجازه است اینجا یک چیلک بندازم خیلی کوتاه. بسیار کوتاه بله. من معتقد به این هستم که انسان در هر کجایی که کار میکنه با ایمانداری و صداقت کار بکنه. او کامنت های منفی چه برای ما چه برای آقای مرتضوی نشان دهنده عزیز که ما در زمانی که برای نظام قبلی کار میکردیم با همون صداقت کار میکردیم که حالا هم اگر برای هر یک از افغان های ما زمینه مساعد شوه با اونمو صداقت کار خواهیم کرد. بسیار خوب. برداشت شما از این چیست و فرق عید امسال عید سالهای گذشته در چی میبینیم؟ بسیار کوتاه. فرق عید امسال با عید سال گذشته ای است که یک سال از عمر ما کاسته شد و یک سال ما به مرگ نزدیکتر شدیم. پس چقدر خوب است که عید را به معنای واقعی خودش بدون آلایش، بدون از اینکه کینه و کدورتی در قلب ما باشه تجلیل بکنیم و از حال و روز غریب و مسکین خودم بخبر. ما هم یک چیلک پارتم داره میگه گفتای سمینا چون بس بندازه چیلک دارم. من خوشبخت هستم در برنامه بودم و اجرای برنامه و بهودی ما بود. اجرای برنامه بهودی ما بود که تانستیم نزدیک به 200 خانواده را یک عید خوش برشان تقریبا فراهم بسازیم. یعنی برنامه افطاری توانست که خوشبختانه نزدیک به 200 فامیل در سراسر افغانستان کمک کنه و این کمک سبب شد انشاءالله که میتونن یک عید خوش داشته باشند. بخیر باشین. تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. ممنونتان هستم. افتخار بخشیدید که به برنامه آمدین. مجددا عید شما مبارک. عید خوش داشته باشین. بسیار تشکر از دعوتتان. برای شما هم عید خوب خوش آرزو دارم. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر از شما وطن‌دارایم. هر آن اتفاق که در برنامه امشب افتید فقط در حد شوخی بوده. ما اگر همراه سمیر جان همکار خوب ما یا هم دوستان را که عکسش نشر کردیم هر چیزی که گفتیم فقط خواستیم شما یک چند لحظه بخندین. کدام موضوع شخصی یا خصومت در قسمت هیچ کس نبوده و همتان را به خداوند مسپارم. همیشه خوب خوش سرحال و همدیگه مهربان باشین. خدا نگهدار همتان.